یادی از هنرمندان ایران. تنظیم از آقای روح الله خالقی. پدرش هادی هنرمند مینیاتورساز بود. علی در خانواده‌ای که همه اهل ذوق و هنر بودند تربیت شده و اولین سازش نیلبک و فلوت بود. ولی بعد ویولون را برگزید و نزد ابوالحسن سبا که در نقاشی هم شاگرد پدرش بود شروع به کار کرد. سبا به تربیت او همت گماشت و همین که ردیف‌هایش را خوب فرا گرفت تشویقش کرد که چندی هم از متدهای اروپایی استفاده کند تا تکنیک بیشتری به دست آورد. علی تجویدی به راهنمایی استاد مدتی هم از استادان موسیقی اروپایی استفاده کرد و بعد دوباره به مکتب موسیقی ملی روی آورد. تجویدی برای اینکه موفقیت بیشتری در این فن نصیبش شود به سراغ موسیقیدانهای قدیم که اطلاعات دقیق از ردیف آوازها داشتن رفت و با استادانی امثال اسماعیل قهرمانی، رکن‌الدین مختار و موسی معروفی مأنوس شد و از مصاحبت آنها استفاده شایان کرد. مخصوصاً از محضر حاجی آقا محمد ایرانی که از شاگردان قدیم میرزا عبدالله است و ردیف ها و تصانیف سابق را خوب می داند فیض کامل برگرفت. تجویدی مونس دائمی این محفل ذوق و موسیقی است. هر کس به محفل حاجی آقا می آید شیفته موسیقی ایرانی است. تجویدی به سخنان همه آنها گوش می دهد و از نغماتی که در این خانقاه هنر می شنود آنچرا به ذوق خود می پسندد بر می گذیند و ذخیره‌ای به دست می آورد. به همین جهت است که همکنون در میان نوازندگان ویولون از همه بهتر به ردیف موسیقی قدیم آشنایی دارد. تجویدی ستار و ضرب هم می نوازد و نواختن این دو آلت موسیقی بیشتر به پیشرفت کار او کمک کرده است. ویولون او به روش استادش سباست. سازش حال دارد و پختگی کامل را هم به دست آورده است. تجویدی جویای هنر است. به سازی که همکنون می نوازد قانع نیست و همواره در صدد تجسس می باشد و سعی دارد گوشه هایی بنوازد که مورد توجه دیگران واقع نشده باشد. وی چند سالی است در رادیو نوازندگی می کند و مشتاقان فراوان دارد. ترانه های زیبایش را خوانندگان خوش آواز رادیو می خوانند و اهل ذوق با حالی خوش زمزمه می کنند و از آثار فریبای آهنگساز خوش قریحه لذت می برند. نوای ساز و آثارش در ارکستر های رادیو و خاص ارکستر گلها به گوش شنوندگان می رسد. وی هم اکنون عضو شورای موسیقی رادیو است و از افکار و نظریاتش استفاده های فراوان می شود. تجویدی هنرمندی فروتن و خوش محضر و خوش رو و مهربان است. همه او را دوست می دارند. و اکنون چند نغمه از سازش را بشنوید.
Thank you.
پایان برنامه یادی از هنرمندان ایران.